بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما بالای درس های عملی رد است. البته دوست عزیز، ما به خاطر کار کردن درس های عملی رد ما باید به کنسول دسک منیجمنت باید بریم. به خاطر رفتن به دسک منیجمنت شما میتونید در قسمت را نفشه کنید که deskmgmt.msc، بعدا انتر کنیم و منتظر باشین. دوست عزیز، خود دوستا در اختصار شما میبینید که ما چندین دانه هارد دیسک در کامپیوتر فعلی خود و یا در دستگاه فعلی خود و یا در سرور فعلی خود داریم. ما 6 دانه هارد دیسک داریم. یک هارد دیسک از قبل بود دوستا عزیز، میبینید که در یا اپراتینگ سیستم یا ویندوز ما شما اینستال است، و هارد دیسک های دیگه ما مثلا هارد دیسک 1، 2، 3، 4 و 5 ما جدیدن به دستگاه یا سرور اضافه کردیم و میخواهیم که بالای از اینا رده برا بندازم و یا رده کانفیگریشن کنم. خب دوست عزیز، شما میتونین دوست عزیز بالای یعنی بخاطر برا انداختن ردها، شما کافی است که فقط بالای هر هارد دیسکی که میخواین رایت کلیک کنین و در اینجا شما میبینین که میتونین یکی از ردها را شما برا بندازین و یا انتخاب کنین. نظر و ویژگی های هر رد شما میتونین یکی از ردها را انتخاب بکنین. طوری که برای شما معلوم است دوست عزیز، ما در یک هارد دیسک وقتی میخوایم پارتیشن بکنیم، یعنی در سینگل هارد دیسک میخواستیم پارتیشن ها را به یعنی به وجود بیاریم، یعنی تقسیم بندی ها را به وجود بیاریم، اگر یادتان باشه دوست عزیز، ما از نیو سیمپل ولیم استفاده میکردیم. یعنی در صورتی که اگر شما یک هارد دیسک میخواین پارتیشن کنین، پس میتونین از نیو سیمپل ولیم استفاده کنین. شما میتونین پرایمری ها را جور کنین، شما میتونین extended جور کنین و در داخل هر extended میتونستین که چندین logic drive ها را با وجود بیاره، که ما قبلا بالای new simple ولی هم زیادتر کار کردیم و حال بالای new expanded ولی هم شما صحبت میکنیم، که دوستای عزیز ای هم در درس فعلی ما آمد و ما باید ایره هم پردان تشریح بکنم اولا که expanded ولی هم چی است و بعد میریم بالای درس عملی ازی و بعد ما شما میریم بالای رد زیرو و بالای میرور رد یعنی رد یک و بعد از اون میریم بالای رد فایف و مقصد مکمل درس خدا را عملی کار میکنیم. اما پیش از اینکه ما برم رد زیرو، رد وان و رد فایف را ما تشریح بکنم دوست عزیز، متوجه باشین که اولا ما باید نیو اسپانت ولی هم بر شما هم واضحا باید تشریح کنم. این در درس فعلی ما آمد و شما باید در مورد این معلومات پیدا کنید. شما آشنایی دارین کامل متن براتون تشریح کردم قبلا رد 0 را، رد 1 و رد 5 و همچنان رد 10 ما براتون تشریح کردیم، اما فقط شما آشنایی با نیوز اسپانت ولی هم ندارید. اینا میخوایم در امینجا ما لازم میبینیم که براتون تشریح کنم. خب دوست عزیز، شما در یک تصویر و یک سناریو میبینید که ما میخوایم بر روی از این تصویر مکمل اسپانت ولی هم براتون تشریح بکنم، تا اینکه شما فرق میان اسپانت ولی هم و رد 0 یا استرایپینگ رد یا میرورینگ رد وارد فایف شما خوب صحیح بفهمید. دوست عزیز، حال ما تعریف میکنیم از اسپانت والیم. ما میگیم توسط به اسپانت والیم میکنیم که از چندین هارد دیسک یک درایو یعنی سینگل درایو بسازیم که دارای حجم بالاتر باشه. یعنی به این معنا دوست عزیز، ببینید ما 4 دانه هارد دیسک داریم، درست، و در اینجا ما اسپانت والیم رو وجود آوردیم تا ای که یک درایو دارای حجم بالاتر به وجود بیاید. یعنی به طور مثال اگر هر هارد دیسک ما به طور مثال 50 جی بی باشه پس ما یک دانه درایو به وجود آوردیم که مساحت به چقدر است؟ به 200 جی بی است. اما دوستای عزیز متوجه باشین، در اسپانت والیم استرایپینگ یعنی سرعت وجود ندارد. Unlike میرورت یعنی آلتهای بکپگیری هیچ یک از اینا در اسپانت والیم وجود ندارد. استرایپینگ به این معنا دوست عزیز قبلا هم براتون تشریح کردم، یعنی زمانی که یک یوزر میخواهد متوجه باشیم که در داخل درایو دی یک دیتا را ذخیره سازی کنند، متوجه باشیم که به بلاک ها تقسیم نمیشه و به صورت همزمان بر روی هارد دیسک ها رایت نمیتونه شود.
طور کار میکنه اسپانت ویلیام که اولا دیتایی را که یک یوزر در داخل درایو دی ذخیره سازی میکنه با توجه به جایی باشیم که اولا برای یک هارد دیسک ذخیره سازی میشه. در صورت تکمیل شدن ظرفیت یک هارد دیسک میتونه بعدا برای هارد دیسک دوم ذخیره سازی شود. و بعد از تکمیل شدن حافظه و یا حجم هارد دیسک دومی میتونه دیتاها یعنی داده ها مکمل برای هارد دیسک سوم ذخیره شود. در صورت مکمل شدن یعنی تکمیل شدن هارد دیسک سوم میتونه که برای هارد دیسک چهارم دیتاها ذخیره سازی شود. یعنی به صورت همزمان دیتا به بلاک ها تقسیم نمیشه که برای هر هارد دیسک ذخیره سازی شود. پس دوستای عزیز همان قضیه است که زمانی که یک یوزر در کامپیوتر شخصی خود یک دیتا را ذخیره سازی میکرد برای یک هارد دیسک اگر یک دیتا یک سکند میگرفت متوجه باشیم که در اسپن دوریام هم یک سکند میگیره، چرا که دیتاها به صورت جداگانه اولا یک دیتایی را که ذخیره سازی میکنه برای یک هارد دیسک ذخیره سازی میشه، تعداد ها یعنی دیتاهایی را که ذخیره سازی میکنه برای یک هارد دیسک قرار میگیره تا زمانی که یک هارد دیسک حافظش تکمیل شود. اگر دیتای دیگه را ذخیره سازی میکنه متوجه بشیم که زمانی میبینه که یک هارد دیسک تکمیل شده دارای حجم دیگه نیست میتونه به هارد دیسک دومی ذخیره سازی شود. در این صورت میتونه هم قسم دو فیزیس پروسه تکمیل شود، یعنی تایی که دیتاها بر روی هارد دیسک قرار گرفته بودن. به این خاطر ما گفته میتونیم که در اسپنت ویلیام استرایپینگ وجود نداره و دیگه حالت میرور یعنی حالت بکپگیری، یعنی در کل برتون بگم که در اسپانت ویلیام فولد تولرنس وجود نداره. یعنی به این معنا دوست عزیز در صورتی که اگر یک هارد دیسک از بین بره بنابر هر دلیلی میتونه که معلومات هایی که در هارد دیسک های دیگه وجود داره اونا هم مکمل از بین برن، یعنی مکمل لاست میشن و ما دیتا ها را به دست آوردن نمیتونیم. ما به این دلیل ما گفته میتونیم که یعنی اسپانت ویلیام فاقد سرعت است، میرور یعنی حالت بکپگیری است که ما نمیتونیم یعنی در اسپانت ویلیام سرعت داشته باشیم، میرور یعنی حالت های بکپگیری داشته باشیم. دوستای عزیز یک موضوع دیگر متوجه باشیم که در اسپانت ویلیام در صورتی که اگر هارد دیسک ها یعنی سایزشان یا حجمشان مساویانه نباشد هیچ فرق نمیکنه، هیچ مشکل وجود نداره. یعنی میتونه که یک هارد دیسک ما در اینجا 50 جی بی باشه، یکیش میتونه که 40 جی بی باشه و یک دیگهش میتونه که 30 جی بی باشه و دیگهش میتونه که 20 جی بی باشه، فرق نمیکنه. شما بر روی از این هارد دیسک ها اگر دارای سایز های مختلف هم باشه شما میتونید که اسپانت ویلیام برابر بندازین و یا کانفیگریشن کنین. به خاطر از اینکه بر از این فرق نمیکنه، یک دیتا گفتیم وقتی که ذخیره سازی میشه میتونه نظر به حجم هر هارد دیسک دیتا در داخل ذخیره سازی شود و زمانی که یک هارد دیسک تکمیل میشه سایزش مکمل میشه ظرفیتش مکمل میشه میتونه که دیتاها بر روی هارد دیسک دوم سوم و چهارم قرار بگیره و ذخیره سازی شود. خب دوست عزیز و حال میخواهیم که اسپانت ویلیام کانفیگریشن کنیم و یا برا بندازیم. به خاطر کانفیگریشن کردن اسپانت ویلیام باز هم شما ضرورت به کنسول دیسک منیجمنت دارید و در این شما میبینید دوست عزیز ما شما چندین نوع هارد دیسک داریم که جدیداً به کامپیوتر و یا به دستگاه و یا سرور خود اضافه کردیم. فقط هم شما دوست عزیز چی میکنید؟ رایت کلیک میکنید بالای هر یکی از هارد دیسک ها و در این انتخاب میکنید نیو اسپانت ویلیام کلیک کنید. بعد هم دوست عزیز بالای نکس کلیک میکنید و در اینجا دوست عزیز برتان میگه که شما با هارد دیسک فیزی متوجه بشین کدام یکی از هارد دیسک ها را یک جای میسازیم تا اینکه یک درایو به حجم بالاتر با وجود بیاد. یعنی هارد دیسک فعلی دارای 5117 ام بی سایز می باشه و با هارد دیسک فعلی کدام یکی از هارد دیسک ها را شما می خواهید یک جا بسازید شما انتخاب کنید دو سایز است. اگر یک دانه هارد دیسک می خواهید ببخشید دو دانه هارد دیسک می خواهید، سه دانه می خواهید، چهار دانه می خواهید و پنج دانه می خواهید می تونید تمام از اینا را اضافه کنید. اگر ما بخوایم که فقط دو هارد دیسک میخوایم پس میتونم که هارد دیسک های دیگه را از لیست خارج بسازم. فقط با هارد دیسک فعلی، هارد دیسک یک، هارد دیسک دو ما میخوایم یک جای بسازم. در اینجا دوست عزیز هر هارد دیسک ما گفتیم که در اسپانت ویلیام
سایز های هارد دیسک ها میتونه متفاوت باشه. یعنی به طور مثال برای از هارد دیسک دو، یعنی اوله ما میتونم انتخاب کنم که فقط یعنی 2000 MB باشه به طور مثال. هارد دیسک سوم میتونه که باز هم شما انتخاب بکنین، بگین که 5117 MB، یعنی هارد دیسک دوم مکمل سایزش یعنی حجمش باشه. اما در حالی که در رد 0 و در رد 1 و در رد 5 ما این کار کرده نمیتونیم. زمانی که شما یک هارد دیسک، یعنی چندین هارد دیسک میخواین رد بسازین، زمانی که یک سایز برای یک هارد دیسک انتخاب میکنین، هارد دیسک های دیگه هم مساویانه اونمو حجم و اونمو سایز انتخاب میکنن. اما در اینجا شما میبینین که ما میتونیم مختلف انتخاب بکنیم. برای هارد دیسک اول ما 2000 MB انتخاب کردیم، برای هارد دیسک دوم که مجموع حافظه از یعنی حجم از 5110 MB بود ما مکمل انتخاب کردیم. بعد هم دوست عزیز نکس میتونیم بگیم و میتونیم که نام درایوش انتخاب کنیم به طور مثال درایو ای باشه و در اینجا ما شما نکس میگیم و در اینجا میخواییم که فایل فارمت، یعنی فایل سیستمش چی است که بالای از اینا ما شما صحبت میکنیم، فعلا NTFS باشه و نام درایو شما میتونیم انتخاب کنیم. ما فقط میگیم که اسپانت والیم باشه، میگه به شکل زودتر یعنی فرمت شوه شما انتخاب کنید و در صورتی که اگر فایل ها را در داخل از این درایو شما قرار میدین، آیا فایل هایی که در داخل از این درایو قرار میگیره آیا سایزشون فشرده شون و یا نشون، شما نظر به انتخابتان. اگر این آپشن فایل یعنی هی گزینه را فایل میکنین، در صورتی که هر فایل در داخل از این درایو شما ذخیره سازی میکنین، متوجه بشین که سایزش کامپرس میشه، یعنی فشرده میشه. ما میگیم نکست و بعدا خلاصه انتخابای ما را نشان میده و بعدا موشمو برشونیم که فنش. در اینجا دوست عزیز پرسان میکنه، میگه که سوال میکنه، میگه در صورتی که شما اسپند والیم با وجود نرین، متوجه باشین که هارد دیسک شما از حالت بیسیک با داینامیک تبدیل میشه، آیا شما موافق هستین با این کار؟ میگه که بله باید ما شما موافق باشین، بخاطر از اینکه دوست عزیز در صورتی که اگر ما شما میخواییم اسپند والیم به طور مثال اسپند والیم استرایپینگ والیم، یعنی در کل رد 0 رد 1 و رد 5، یعنی شما وقتی که اینا رو میخواییم بلا بندازیم، متوجه باشین که اگر هارد دیسک در حالت بیسیک باشه شما نمیتونین که این عوارت ها را شما بلا بندازین و ما باید این را چی بگیم دوست عزیز؟ یس بگیم. ما برش میگیم یس و دیگه میبینیم که هارد دیسک ها با داینامیک تبدیل. فعلا ما دو هارد دیسک انتخاب کردیم. میبینیم نظر به حجم و سایزی را که ما انتخاب کردیم هر درایو ببینیم اونمو سایز انتخاب کرد بخواد. خب دوست عزیز و حال شما میتونیم که با دیس پی سی برین، یعنی با کامپیوتر برین و فعلا یک درایو ببینیم به نام اسپانت والیم وجود داره. ما توانستیم که از چند هارد دیسک، یعنی بیشتر از یک هارد دیسک با هم یک جا بسازیم تا اینکه یک درایو و حجم بالاتر با وجود بیاید. دوست عزیز در این صورت دوست عزیز متوجه باشیم که اگر شما حالا در داخل از این درایو، ما نظر به تشریحی که کردیم گفتیم زمانی که یک فایل بسازیم به طور مثال یک دانه فایل ساختیم و این فایل هم میگیم که به نام تست باشه، در صورت از دادن یک هارد دیسک متوجه باشین، بنابر هر مشکلاتی که اگر یک هارد دیسک از بین بره متوجه باشین دوستای عزیز که تمام معلومات ها از بین میره. و حال دوست عزیز متوجه یک موضوع دیگر هم متوجه باشین که شما حالا اگر یک فایل در داخل از ذخیره کردین، متوجه باشین هر قدر فایل هایی که از طرف یوزر ساخته میشن، متوجه باشین که حال فعلا در داخل یک دانه درایو ذخیره سازی شده میره. هر قدر فایل شما ذخیره میکنین تا وقتی که حجم از درایو، یعنی حجم از یارد دو سایزیز یعنی مکمل شود. زمانی که دارای سایز دیگر کی هارد دیسک ما نباشه، باز میتونیم بعدا اگر فایل های دیگر ذخیره سازی میکنیم به طرف هارد دیسک دوم ذخیره سازی بشه، در هارد دیسک دوم ذخیره سازی میشه. در اینجا دو سایزیز در صورت از دادن یک هارد دیسک بنابر هر مشکلاتی میتونه یک هارد دیسک از بین بره و در اون صورت ما شما باز هم گفته میتونیم که این فایل ها دوباره اکسس نمیشن، یعنی مکمل فایل ها از بین میره چون حالت
بکپ گیری وجود نداره. خب حالا دوست عزیز ما شما میریم دلیت میکنیم، بخشن دوست عزیز ما میریم از وین ویر، شما میتونید که یکی از هارد دیسک ها را شما از بین ببرید. یعنی فکر کنید که هارد دیسک دومه در اینجا، یعنی بنابر هر مشکلات یکی از هارد دیسک هایی که اسپن شده در اینجا، من اینا را قصدن میخوام فکر کنید که غیر فعال میکنم دوست عزیز، از بین میبرم. فکر کنید که حتی همین هارد دیسک ما مکمل سوخت، یعنی مشکل پیدا کرد، ارتباطش با کامپیوتر ما قطع شده و دیگه ما هزی هارد دیسک استفاده کرده نمیتونیم. یعنی مجرد ایله چی میکنم دوست عزیز؟ ریمووش میکنم. اوکی، فکر کنیم که فعلا هارد دیسک از بین رفت. حالا دوست عزیز ببینیم اگر ما شما درجه نوشته میشه فیلد هارد، یعنی هارد دیسک دو ما در داخلش هرچی که بود لاست شد از بین رفت. چرا؟ ما شما میریم درجه میبینیم که با مزد در درجه شما مین بار دس پی سی آل میبینید که دیگه درایو وجود نداره و اگر شما رایت کلیک میکنید ببینید ایره اوپن و یا باز کرده هم نمیتونید و شما مجبور هستین که دوباره مکمل این درایو هم شما دلیت کنین و یس برش بکنید. به خاطر فایل ها دو سایز چی میشه؟ از بین میره. به این خاطر ما میگیم که در اسپانت ولیام، یعنی دوست عزیز متوجه باشین که فولد تولرنس وجود نداره، حالت های بکپ گیری وجود نداره، سرعت وجود نداره. شما واضحا دیدین که زمانی که ما یک دیتا داشتیم متوجه باشین که وقتی که دیتا رو ذخیره سازی میکردیم متوجه باشین که با یک هارد دیسک ذخیره سازی میشه، یعنی در عین زمان فقط دیتا ها در یک هارد دیسک ذخیره سازی میشه، در صورت تکمیل شدن حجم یک هارد دیسک بعد هم میتونه که برای هارد دیسک دوم ذخیره سازی شود. حال سناریو است که دوست عزیز که ما قبلا گفتیم اگر یک یوزر یک دیتا را به کامپیوتر شخصی خود یعنی در یک هارد دیسک ذخیره سازی میکنه شاید یک سکند وقت بگیرد. عین قضیه اینجا است دوست عزیز، فقط دیتا با یک هارد دیسک ذخیره سازی میشه. اگر در رد یعنی اگر در اسپانت ولیام استرایپینگ وجود نداشت دوست عزیز میتونست که یک دیتا به دو بلاک تقسیم شود به صورت همزمان در دو هارد دیسک ذخیره سازی شود. در این صورت اگر به صورت همزمان دیتا برای دو هارد دیسک ذخیره سازی میشد معلوم دارد دوست عزیز که نیم سکند وقت میگرفت. پس اینجا دوست عزیز شما میبینید که این موضوع وجود نداره، یعنی سرعت وجود نداره. خب دوست عزیز حالا دوباره میریم و شما اسپانت ولیم برام اندازیم و یک موضوع دیگه است که میخوایم او را هم برتان یادآوری کنیم. خب ما یک هارد دیسک از بین برده بودیم، اگر شما دوباره میخواین که یک هارد دیسک اضافه کنین در ورچوال ماشین به خاطر پرکتیس، یعنی پرکتیس خودتان میتونین بالای ورچوال ماشین بالای ستینگ بین و در یک قسمت میتونین که اد بر بگوین و در اینجا یک هارد دیسک جدید به حجم 5 جی بی ما میخوایم که انتخاب کنم، یعنی 5 جی بی میخوایم ایجاد کنم، فنش برش میگیم و هارد دیسک ما دوباره به وجود آمد. فقط ما شما اوکی میگیم و در اینجا میبینیم که هارد دیسک اول ما دلیت کرده بودیم دوستان و حال دوباره میخوایم که انیشیالایز دیسک کنیم و ان وی آر انتخاب میکنیم، اینا رو هم برتون مکمل تشریح کرده بودیم، اوکی برش میگیم و دوباره هارد دیسک اول ما بعد دست آوردیم دوستان. خب حالا میخوایم به خاطر واضح ساختن یک موضوع دیگه و در اینجا اسپانت ولی اما دوست عزیز ما دوباره برا بندازم، میتونیم بالا یکی از کافی است که بالا یکی از درایو ها بازم و شما بالا یکی از هارد دیسک ها دوست عزیز ببخشین کلیک میکنیم و ما انتخاب میکنیم اسپانت ولی اما نکس برش میکنیم. خب دوست عزیز هارد دیسک دوم انتخاب میکنیم باز هم با هارد دیسک اول و در اینجا میخوایم که برای هارد دیسک اول محافظ انتخاب کنیم، به طور مثال به یعنی 3000 MB باشه و به هارد دیسک دوم هم اگر میخواستین دوست عزیز انتخاب کنیم به طور مثال 4000 MB باشه، بعد نکس میکنیم و بعدا هم یعنی دیگه براتون نشون میدم که زمانی که 3000 از یعنی حافظه برای هارد دیسک اول انتخاب کنیم و 4000 به هارد دیسک دوم بالاخره یک درایو به وجود میاد دوست عزیز که 7000 MB میباشه، نکس برش میکنیم و بعد هم نکس.
خب دوست عزیز و درجه میبینیم که فعلا اسپانت ولی هم یعنی کانفیگریشن شد و یا برای انداخته شد. بنابر هر دلیل ما در اول فکر کنیم حافظه ها را برای هر درایو انتخاب کرده بودیم، یعنی برای یک درایو انتخاب کرده بودیم که 3000 ام بی بود و یک مقدار حافظه را یعنی من حیث فری اسپیس قرار داده بودیم. و حال اگر شما دیتا را در اینجا ذخیره سازی میکنین متوجه باشین وقتی که حافظه تکمیل میشه معلوم دار است، بنابر تشریحی که ما کردیم بعدا معلومات هایی که یوزر ذخیره سازی کرده میره با هارد دیسک دومی ذخیره سازی شده میره. اگر در اینجا شما بعدا یعنی میگین که حافظه که در اینجا من حیث فری اسپیس قرار داده بودیم و حال میخواییم که اینمی فریسپیس دوباره به جمع درایو ای قرار بگیره، پس در این صورت فقط کافی از دوست ازیز که رایت کلیک کنین و در اینجا اکستند والیم بگیرین. همین موضوع رو میخواستم در اینجا تشریح کنم. اکستند والیم منظورش ازیز که حافظه که قبلا شما من حیث فری اسپیس رها کرده بودین و حال دوباره میتونه که در جمع درایو دان بسازه. فقط نکس برش میکنین و برنامه که از هارد دیسک اول انقدر حافظه باقی مانده بود که من حیث فری اسپیس قرار گرفته بود آیا میخواین فعلا یعنی مربوط به درایو ای شوه و یعنی در جمع درایو ای شوه. اگر شما اگری هستین یعنی موافق هستین شما میتونید که نکس بگوین و بعدا هم برش بگوین فنش. بعد از فنش کردن دوست عزیز ما میریم درایو حالا را چک میکنیم، بالای دس پی سی میریم و در اینجا میبینیم که سایز درایو ما اضافه تر شد. خدا کنه که دوست عزیز این قضیه هم برتان واضح شده باشه، یعنی شما میتونید بعدا هم یک حافظه اضافه گیره یعنی فری سپیس شما میتونید که در جمع درایو خود بسازین. میشه که بعض اوقات ضرورت شود دوست عزیز، یعنی اگر فری سپیس را که شما رها کردیم اگر شما دوباره میخواین که به جمع درایوتان بسازین بسیار ساده و آسان توسط به اکستندد والیم میشه.